بابا بیروز بابا ما چی بابا ماش بابا بیروز این دختر کوچولوی زیبا از پدرش فقط همین سنگ رو نشونی داره. پدرش بهروز ملکی قبل از به دنیا اومدن او بر اثر تیراندازی مستقیم گارد ویژه به سینه‌اش جانش رو از دست داد. من پسر رزه هستم. نیوان یک ساله بود که پدرش در حال انتقال یک مجروح به بیمارستان بر اثر شلیک نیروهای امنیتی کشته شد. سلام، من سودام، دختر ابراهیم کتابدار. سودای 6 ساله و خواهرش سوگند هنوز بعد از 2 سال منتظرند تا باباشون بالاخره یه روز یا یه شب به خونه برگرده. اتفاقی که هرگز نمیفته، چون ابراهیم کتابدار 2 سال پیش در اعتراضات آبان ماه در کرج به ضرب گلوله کشته شد. این تنها داستان 3 تا از بچه هایی که 2 سال چشم انتظارند تا شاید پدر یا مادرشون به خونه برگرد. بچه هایی که گروهیشون اونقدر کم سن و سال بودن که جز یه قاب عکس هیچ خاطره ای از پدر و مادر کشته شدشون در آبان خونین 98 ندارن. خانواده هایی که برای صحبت یا درد دل با عزیزترین موجود زندگیشون جایی ندارن جز یه گوشه کوچیک در یه آرامستان مثل مادر حسین کشاورز افشار. ایشان جان، مملکتی افتخار دور، بالالارمی افتخار دور، ایشان جان، اما سن ازبنه نبیبخشم، نپرامش امیرم، ایشان جان. حرف هایی که در این بیش از 700 روز دوری یا بغض شده و روی صورت خانواده ها چکیده و یا بدل به فریاد شده و پایه های حکومتی رو لرزونده که به ناحق دخترها و پسرای این مرز و بوم رو در خیابون به گلوله بستن. خامنه میگه نسل ها رو زیاد کنین، میگه اینا نسل نبودن، میگه اینا نسل نبودن، نسلشون دارن نسل جوانه رو دارن نابود بکنه. خانواده هایی که هنوز خیلی هاشون چند تا سوال بی پاسخ روحشون رو آزار میده. ولی بچه من چه گناهی کرده بود کشتن؟ زده بودن تو مغز این بچه. به همین خاطر هم حالا گروهی از این خانواده ها دستبندهایی به رنگ آبی رو نشون دادخواهیشون قرار دادن تا شاید بتونن با کنار هم بودن جوابی برای سوالات بی پاسخشون پیدا کنن و عاملان و آمران کشدار فرزندان ایران رو پای میز محاکمه بیارن. کار اشرار اینو باید توجه داشت. فرزندانی که همگی سرشار بودن از شور و عشق و زندگی. دلم دیگه طاقت نداره، دلم بیقراره، داره کم میاره، دیگه خستم از حال چشمت و حال لبا قاتی دسی بی و دست بی رامد بود اگه بی ما بخویدای رویش سبز مام ایران ریسمان.